به به سلام، خوش آمدید به برنامه گربهش و هادی. بیا هادی و گربه چه فرق میکنه؟ چه هادی گربه چه گربه هادی. عید سعید قربان رو پشت سر گذاشتیم که دهم ذی‌الحجه است که حجاج اونجا همینجوری گوسفندا رو قربانی میکنند. و من یادم یک آخوندی چند سال پیش گفتش که ما باید این عیدهای مذهبی رو کم کم جانشین عیدهای ملی کنیم، از جمله گفتش که بیا مثلا عید چی میدونم عید قربان رو بذاریم جای عید نوروز، هم چیزی هم موقع گفت. البته خوشبختانه دیگه تکرار نکرد، شاید به خاطر این شعری که من همون روزا خطاب به او گفتم. نمیدونم شما حالا هفت‌سین عزیز و زیبای ایرانی خودمون رو در نظر بگیریم، بگیرید و ببینید من به این آخونده چی میگم. میگم به جای عید نوروز، عید قربان، همین امسال اجرایی کنان را بکش یک گوسفند و احتراماً خبر کن حضرت صاحب زمان را. بپیچان روده را دور سر خیش، بکن تقلید شیخ روزخان را. دکور کن در میان هفت سینت، به جای سبزه سیراب شیردان را. به گلدان جای سنبل پاچه بگذار، زبویش تازه کن اعماق جان را. به جای نقل وقت سال تحویل، بکن با پشکلی شیرین دهان را. به جای تخم مرغ رنگی آنگاه، بفرما رنگ کن این دنبلان را. اینم از عید قربانی. چند تا عکس از مراسم عید قربان براتون نشون بدم که اگر حضور نداشتین، خارج از کشور بودین یا داخل از کشور بودین و از این سعادت محروم بودید، این آقا دارن که برای گوسفند دعا میفرمایند، یا قبل از اینکه ذبحش کنن یا دارن برای گوسفنده طول عمر آرزو میکنه. آقا نمیدونم بها، آقا اون آقای این دست اینجا دعا میکنن، این دستیه که روی میت میذارن، روی گوسفند میذارن، روی قبر میذارن، این هم دستیه که تمرینی اینجوری کرده برای گرفتن لقمه پلو. ولی خب این تمرین اینجاها لازمه که یه وقت این صنعت فراموششون نشه. البته چند تا خاصیت هم داره، آقا نیت هم میکنن. یک نیتش اینه که جیگر دل قلوه این گوسفند قربانی تقدیم آقا بشه و اون وقت یواشکی دون بلانا شد، منتها کسی نبینه. یعنی آقا میگه یواش اونا رو بپیشم اون لای جانمازم بده ما ببرم. آره عیبم نداره، بالاخره آقاست دیگه. بعد هم ممکنه که بهش بگن آقا خب حالا بفرما تقدیم شما، ولی میدونین که 40 روز نماز نداره. آقا میگه نه نگران نباش، من چیز کردم، من پیشگیریشو کردم، 40 روز نماز نخوندم، حالا میخوام غذاشو به جا بیارم دنبلام بخورم. و یکی از اشتباهاتی که خداوند باری تعالی کرده اینه که در خلقت گوسفند کوتاهی کرده، دستگیره نذاشته برای گوسفندها، و به همین دلیله که امت مسلمان مجبورن که گوسفندها رو اینجوری بند خدا رو حمل کنند. برای این یکی که خداوند متعال باید دو تا دستگیره میذاشت بند خدا رو، ولی به هر حال با هزار با جون کندنی هست آقایون سوابکاران مذهبی
این گوسفندای بند خدا رو میبرن به سرمنزل مقصود میرسونن و فقط هم برای عید قربان نیست این قربان کردن گوسفند، برای مصارف دیگری، مصارف پزشکی در طول سال هر وقت لازم شد یک قربانی کردن یک گوسفند میگن کار سه تا MRI رو میکنه، دو تا پیوند کلیه رو و سه تا انجیوگرام رو جواب میده، حتی گاهی یک انسان کاملا بیمار روانی رو میتونه معالجه مغزی بکنه، چون که مراسم ذبح و قربانی گوسفند برای سلامتی آقای احمدی نژاد در امان ماندن ایشان از شر دشمنان داخلی و خارجی با ذکر صلوات امضا ستاد مردمی حمایت از دولت عدالت خواه. والا این از شر دشمنان داخلی و خارجی مسئول باشن، ایشون فکر کنم با یک گوسفند و دوستان این یک گله گوسفند میخواد، حتی فکر کنم سگ گله رو هم باید بخوابونه هم سرشو ببرن قربانی کنن. ولی حالا چند تا گوسفند خواهد بود برای این مهم من نمیدونم، ولی بیگمان یکی از گوسفندها دنبالانش توسط رئیس این ستاد مردمی نوازش داده خواهد شد به این تابلوها. به همین منظور اینجاست که همین آقای احمد نژاد اصلا ببینه اینو بی گوسفند خوب میشه، ولی اگه واقعا بخوان که روی احمدی نژاد رو سلامت او تأثیر داشته باشه، من میگم که اگر خر قربانی کنن، گاو قربانی کنن، لحاظ فیزیک کوانتوم و از لحاظ اون چیزای همگرایی ها ممکنه که بیشتر اثر کنه. همین تابلو هم خود پارچه هم کلی خاصیت داره، میدونی چقدر خرج این صورت حساب میده، همین ستاد نمیدونم مردمی عدالت خواه که به دولت که آقا این خود این ساب ستاد یه نفر این ستاد رو درست میکنه، همه کارا رو هم میکنه، اسمش هم میذاره ستاد، کلی حالش بهتر شده با همین پارچه خطاطی شده. ولی خب مراسم ذبح و قربانیه، این مراسم خودش یعنی این که اصلا کلی مخارج، گل میگیرن، صندلی میچینن، میکروفون میذارن، بلنگو میذارن، اون موقع برای آقای احمد نژاد میکردن، الان برای جناب آقای روحانی و سلامت جناب آقای روحانی در امان ماندن جناب آقای روحانی از دشمنان داخلی و خارجی این کار رو انجام میدن. اما همین در مورد این آقای احمد نژاد هم که خودش میدونستن که گوسفند خالی چندان اثری نداره که کمک دهنده صلوات هم براش گذاشتن. در زمان شاه اینجوری نبود، در زمان شاه صلوات تنهایی قدرت خودش و قوت خودش داشت، گوسفند به تنهایی اصلا مخلوط نمی کردن، یعنی گوسفند رو با صلوات مخلوط نمی کردن. یعنی یه جا اگه صلوات می فرستادن که مثلا اتوبوس را می افتاد از گاراژ شمس العماره، دیگه گوسفند هم جلو پای اتوبوس قربانی اصلا میگم این هم اثرات جمهوری اسلامی که هم قربانی اثرش کم شده، هم صلوات اثرش کم شده، مثل خواننده های ما که سابقا تنها کنسرت میذاشن، حالا دو تای سه تایی چون اثرشون روی نمیدونم
کنسرت رونده ها کم شده به خاطر اومدن اینترنت و یوتیوب و اینا، اینا هم اثر سلوات و گوسفندشون رو به هم گره میزنن، بلکه جفتش رو هم یه گوسفند ده تا سلوات، ده تا سلوات دو تا قربانی، بلکه به جایی برسه. و یه چیزی هم پایین این تابلوه سانسور شده. آقا بزنید دوربینو بیارین جلو. آه نگاه کنید، نمیدونم چی بوده روشو پوشوندن زیر این با ذکر صلوات، شاید مثلا بوده با ذکر صلوات و ذکر بعبع که حق گوسفند قربانی هم ضایع نشده باشه. دقیقا نمیدونم، هر چقدرم دقت کردم و با ضربین نگاه کردم و ریز و درشش کردم متوجه نشدم. در صنایع بزرگ هواپیماسازی گوسفند امروز نقش خودش داره و میبینید که تحقیقاتی که شده این گوسفند رو که گذاشتن اینجا برای اینکه هواپیمای عظیم البکر جمهوری اسلامی از خطر معصوم بمونه، و حقم دارم برای اینکه تحقیقاتی که تا حالا انجام شده تمام، هیچ کدوم از هواپیمایی که تا حالا تو دنیا سقوط کردن قبل از پرواز براشون گوسفند قربانی نشده. این آمار دقیق و درستیه، بنابراین این کارو میکنن. ولی خب این بدبخت گوسفند بیچاره فکر میکنه که اینجا آوردنش فرودگاه هواپیما تماشا کنه، نمیدونه که برای رفع خطر از سقوط هواپیماست. آخه و اینکه این عید قربان از کجا اومده، تاریخش برمیگرده به اون قدیم قدیما در کتاب انجیل یا بایبل و قرآن و اینها آمده، در کتب مقدس که خداوند باری تعالی میخواسته حضرت ابراهیم پیغمبر رو امتحان کنه و بهش میگه که تو باید بری سر پسر خودتو ببری اگر میخوای زوب در ولایت فقیه الهی شده باشی. این هم میگه که آخه پسر من که گناهی نکرده، و خدا هم میگه که باشه بی گناه باشه میره بهشت. این جمله البته مال آیت الله خلخالیه، ولی خب خدا هم اینو یاد گرفته میگه، اگرچه اونا الان همون موقع هم تو بهشت بودن، ولی خدا برای فریب دادن خداست دیگه، بلده کارش. الله و خدا و پروردگار و باری تعالی و ایزد منان و یزدان پاک و سبحان الله و نمیدونم ایناست دیگه. میگه ای بیجون بکش. دو شب میگن سه شب خداوند بار تعالی میاد تو رویا یا توی خواب حضرت ابراهیم، اینو که توی مذهبی میگم، من نمیگم، من اصلا حالی نیست، من تازه خودم اینا رو دیشب تو گوگل تو اینترنت خوندم، یه روز صبح آقای ابراهیم برمیداره پسر رعنا ترگارو برگ مادرم گفت بهش برس قشنگ عطر و گلاب و حمام، و میگه حتی چشماشم سرمه بکش که میخواد اینو تقدیم کنه به بارگاه الهی، رشوه بده خدا هم حالا میخواد که اینو امتحان کنه، اینترویوی استخدامیه. بچه رو برمیداره این مثلا چوب هم میده در بغل بچه، مادره میگه چوب برای چیه، کارت برای چیه، میگه اونجا یا ممکنه گوسفند قربانی کنیم، بخوام که چه میدونم مثل که میسوزوندن چیکار میکردن، که بدبخت پسر خودش اون چوبا رو به هم داره با پدر گرامی خودش عازم همون بیابونای عربستان میشن. اون وقت توی همین روایات قرآن و
انجیل هست که شیطان سر راه اینا قرار میگیره، میگه آقا ابراهام گول یارو خدا رو نخورا، بچه تو نمیکشی ها، خدا رو خوش نه شیطان رو خوش نمیاد. کار درست نیست. آدم که سر پسر خودشی نمیبره، ابراهیم میگه برو گم شد و هر کار خدا بخواد من بیکنم، و سنگ میندازه چند تا به شیطان، و شیطان میره شاد سراغ پسره، دایی بابای میخواد بره تو بکشم، نذاری یا در رو ویل کن، این چیز اون یارو خدا مخه این بابا تو زده. پسرم میگه برو گم شو، اگه بابام بخواد به خاطر خدا من بکشه بکشه چند تا سنگم. پسره برمیدانه میدانه به شیطان، همون جایی که امروز حاجی ها در مراسم حج شیطان رو سنگ میزنن بهش، و اون وقت روز دهم ذی‌حجه که عید قربان هست بعدن شده، آقا ابراهام میره اونجا و پسره رو میخوابونه و میگه که من تو رو میکشم، تقدیم میکنم به خداوند باری تعالی. البته تو کتاب انجیل یعنی بایبل خارجی ها بابای وقتی را میفته آقا ابراهام اولاغی داره و دوتا خدمه داره و انا توی یک کتاب نبیدم قرآن اینا مثل که اینا رو یا نقاشه زورشون اومده اینا رو همینجوری دیگه خراب و کارگره و باربرا رو حذف کردن. و ابراهیم میگه که ای فرزند من در خواب دیدم که ترا ذبح میکنم، نظر شما چیست؟ تو کتاب اومده همه پرسی، دموکرات ابراهیم همه پرسی میکنه از یه نفر، البته از پسرش رفراندوم میکنه، نظرشو میپرسه که نظر تو چیه؟ ببینه نکنه پسره یا اخ مخالف باشه عصبانیش کنه. بعدم پسره بند خدا میگه یا ابت افعل ما تؤمر، خلاصه من صابرین، میگه که خلاصه من بکش، هرچی کار خدا مأموریت کرده اونو انجام بده، من صبرم زیاده. بچه میخوابونه کار رو میذاره بگی گلوش میکشنه، هرچی میکشنه میباره. البته اینو تو کتاب میگه، اما نقاش هم هست که علاوه تصویری قشنگتر بودی که کارد رو میبره بالا و از فرشته میاد از اونجا کارد رو میگیره و میگه پسرت رو نکش. یه دونه قوچی بسوند چاکوچلی اونجا خدا فرشته لای علفا قایم کرده، میگه گوسفنده رو بکش. خدا فقط خواست تو رو امتحان کنه، امتحان های سختی میذاره خدا ها. حالا یه فرشته به ترافیک اگر خورده بود، حالا اونجا دو تا فرشته دای هواشون شده و را بند اومده و این دیر میرسه این سر بچه رو برده، و خدا فکر اینجا رو نمیکنه. و از این صحنه که فرشته اومده چقدر نقاشی های مختلف، سبک های مختلف، داوینچی، ماوینچی، پیکاسو، میکاسو، کارتون، انیمیشن، سبک نقاشی های من، خچن قورباغه، هر جوری هر نقاش خواسته این صحنه رو، این صحنه تاریخی رو تجسم کرده، مسیحی و مسلمان. بیان کاملا نگاه کنین. از اونجاست که عید قربون مد میشه، یعنی مد نمیشه، امر میشه، نمیم اجبار میشه. از مسلمان نمیرم، خارجی ها و مسیحی ها عید قربون گوسفند نمیکشن، بوقلمون میکشن، اونم عید قربون نیست، اونم تنگی
تنکسگیوینگ روزی نمیدونم شکرگزاریه که بعد به هر حال خدا میگه ابیجون دلخور نشو. میخواستم امتحانت کنم حالا بین مفسران قرآن و مفسران مذهبی و اینها این بحث هست که اصلا اخلاقی هست این کاری که خدای باری تعالی کرده و آیا اخلاقی هست این تصمیمی که ابراهیم گرفته برای رضایت خداوند باری تعالیش و آیا ابراهیم اجازه داره سر یک انسان دیگه ای را حتی پسرش باشه ببره به خاطر یه پست و مقامی تو کابینه خدا در جمهوری اسلامی پیش آمد که پدرایی بودن که بچه های خودشون برای قرب به درگاه ولی فقیه اینا فنا کردن و فدا کردن و تیربارون کردن. اما حالا خود خدا چرا باید یه همچی مگه خدا از درونه بندگانش خبر نداره؟ نمیدونم شد خدام تو این فاصله تحول پیدا کرده درست شده شاید اون موقع یه آدمی بوده حالیش نبوده یا آدم قابل اعتنایی نبوده که بشه روی حرفش حساب کرد. ولی حالا یه برای بچه ها مدرسه رو می نویسن گفتن به گزارش یه جام نیوز هست سرویس خبری که میگه به گزارش سرویس کودکم درست کرده این جام نیوز خبرگزاری جام نیوز که میگه به گزارش سرویس کودک جام نیوز یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان. نه شوخی نمی کنم نه عیناً اینها اصلا برای تون فیلمش هم گرفتم عبرید سایتش رو ببینید میگه که به گزارش سرویس کودک جام نیوز یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچکی نبود. بعد میگه یکی اپن برای پیغمبرای خوب خود حضرت ابراهیم بود که گوسفندی از بهشت آورده بودن که البته نمیدونم حالا چجوری به بچه های مردم میخوام بگن که این میخواست دنبال این قصه برای بچه ها بزرگ ها تو کتاب های مذهبی هر درسی کودکستانی هست برید بخونی همون نکته که این وسط گفته نشده بهش اشاره نشده و من کشف کردم دقیقا هم من با اینکه به مسائل دینی و کتاب های آسمانی و اینا چیزی ندارم تسلطی ندارم و در مورد کتاب آسمانی فقط موضوعم یه وقت رو سرم نیفتن اما یه نکته رو متوجه شدم یعنی که آقا ابراهیم فرشته میاد فرشته خوشگلی اون وقت نه ابراهیم هم سر قوچه رو میره ببره تکلیف پسره چی میشه؟ من حدس میزنم این پسرم خیلی خوش ترکیب و خوشگل و جوون و اینا گمان میکنن این فرشته پسره رو همونجا که اون بابای داشته پسره برده باشم پشتون علف ملف ها یه حالی باش یعنی اگر چنین نکرده باشه اون فرشته فرشته یه خری بوده تو بهشت که این آخونده میگن همه مشغولند خب بدبخت تو هم که این جوون رعنا از مرگ حتمی هم نجاتش دادی اونم میتونه تو رو از داغ حتمی خودش نجاتت بده. نمیدونم پشت اون عرف ها و چمن ها و اینا فرشتون فرصت رو از دست نده. اینجا ما میرسیم به حالا که اینجا شد به اون شعر عاشقانه‌ای که من دارم که عاشقان را بگذارید که با هم باشن. هفته پیش قولشو دادم عاشقان را وقتی نگذارید که با هم باشند دیگه عاشورا و تاسوعا و محرم و سفر و
صندوق خونه و پشت بوم و راپله ها براشون فرقی نمی کنه، عاشقان را بگذارید که با هم باشند. این رو آقایون ائمه جمعه و ائمه شنبه و ائمه تمام روزهای هفته و نمایندگان امام و آخوندهای سراسری بدونن. عاشقان را بگذارید که با هم باشند، به ائمه بسپارید که آدم باشند. عاشقان را بگذارید که بی عقد و نکاح به هم آمیخته و در هم و بر هم باشند. عاشقان را بگذارید بچسبند به هم، دو به دو راهی اعماق جهنم باشند. عاشقان را بگذارید که یک بعد از ظهر پی احقاق همان حق مسلم باشند. عاشقان را بگذارید که در جبهه عشق لزج و لخت و پتی خط مقدم باشند. عاشقان را بگذارید که مشغول شوند، بی خیال رمضان یا که محرم باشند. عاشقان را بگذارید که دزدی دزدی چند ساعت بری از غصه و ماتم باشند. پسران از طرفی یوسف نجار شوند، دختران از طرفی حضرت مریم باشند. عاشقان را بگذارید به یک I love you صیغه عشق بخوانند که محرم باشند. عاشقان را بگذارید حماسی بشوند، تالی سکسی تهمینه و رستم باشند. عاشقان را بگذارید که آزادی را هوس انگیزترین بیرق و پرچم باشند. عاشقان را بگذارید که بی سرخل شرع نفسی تازه کنند و خوش و خرم باشند. به ائمه بسپارید که در مکتب عشق پی آزار جوانان وطن کم باشند. عشق اگر لطمه زند مذهبشان را، باید علما در پی یک مذهب محکم باشند. خیلی ممنون.